شاهپور عبدالرضا پهلوی، هفتمین فرزند رضا شاه و اولین فرزندش از عصمت دولت شاهی، محبوب ترین همسرش بود. شاهزاده ای که از دربار دوری می کرد، تا جایی که مدتی بینام و نشون زندگی می کرد و حتی نام خانوادگیش رو هم تغییر داد. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. مادر عبدالرضا عصمت الملوک آخرین و محبوب ترین همسر رضا شاه بود. اون دختر غلام علی میرزا مجلل الدوله از خانواده های برجسته قاجار و از نوادگان فتلی شاه قاجار بود. عصمت 13 یا 14 ساله بود که خواستگارای زیادی داشت که یکی از اونا سردار سپه بود. عصمت الملوک هم از نظر ظاهری زیبا بود و هم به خاطر سطح بالای خانوادگیش مطرح بود. تو اون زمان پدر عصمت به تازگی حاکم ملایر شده بود و زنش از دنیا رفته بود و هنوز لباس عزا بر تن عصمت بود که با اصرار فامیل و پدرش به پیشنهاد ازدواج رضاخان جواب مثبت داد. عصمت حدود 6 ماه بعد از طلاق رضاشاه و ملکه توران تو سال 1302 با رضاشاه ازدواج کرد و 3 سال بعد تو سال 1305 همسرش به سلطنت رسید. عصمت الملوک به خاطر اخلاق آروم و علاقه زیادی که به رضا شاه داشت با تمام سختی ها کنار همسرش موند و روزای خوش و ناخوش رو تجربه کرد. اون 4 فرزند پسر به اسمهای عبدالرضا، احمد رضا، محمود رضا و حمید رضا و دختری به اسم فاطمه به دنیا آورد. عبدالرضا اولین فرزند مشترک رضا شاه و عصمت الملوک دولتشاهی بود که تو مهرماه سال 1303 تو شهر تهران به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی و مقدمات نظام رو تو همون تهران گذروند و بعد به همراه 3 برادرش غلام رضا، احمد رضا و محمود رضا برای تحصیل به مدرسه لروزه تو سوئیس فرستاده شد. همون مدرسه‌ای که محمد رضا و علی رضا پهلوی هم اونجا مشغول تحصیل بودن. 2 سال بعد هر 4 برادر به تهران برگشتن و به دبیرستان نظام رفتن. اواخر شهریور ماه 1320 بعد از گذشت 3 هفته از اشغال ایران به وسیله نیروهای متفقین، بعد از اون که رضا شاه سلطنت رو به محمد رضا واگذار کرد و به تبعید رفت، عبدالرضا، مادرش و برادرانش همراه پدر به جزیره موریس و بعد از اون به ژوهانسبورگ رفتن و تا زمان فوت رضا شاه در کنارش بودن و بعد هم عبدالرضا برای تشییع جنازه پدرش با برادرانش به قاهره رفت. بعد از فوت رضا شاه عبدالرضا اصرار داشت که به ایران برگرده، ولی چون برادرش محمد رضا شاه اجازه نداد مجبور شد به آمریکا بره. اونجا تو رشته اقتصاد تو دانشگاه هاروارد مشغول تحصیل شد. بعد از تموم شدن درسش تو سال 1326 تونست موافقت شاه رو بگیره و به ایران برگرده و با داشتن تحصیلات عالیه تو رشته اقتصاد انتظار می‌رفت که مسئولیت مهمی بهش سپرده بشه، ولی فقط سمت تشریفاتی ریاست برنامه افصال دولت به اون داده شد. عبدالرضا تو سال 29 با خانومی به اسم پریسیما زند، دختر ابراهیم زند که وزیر و استاندار دوره پهلوی بود، ازدواج کرد. ازدواجی که تا پایان عمر عبدالرضا پا بر جا بود و حاصلش 2 فرزند به اسمهای کامیار و سروناز شد. عبدالرضا بعد از ازدواج به خاطر مسائل خانوادگی و شخصی و اختلاف همسرش با شاه از دربار دوری می‌کرد و بیشتر وقتش رو به شکار و تاکسیدرمی حیوانات، کشاورزی مکانیزه و رسیدگی به زمینای کشاورزیش تو دشتناز ساری می‌گذروند. شکل‌گیری این ازدواج همزمان با ایامی بود که مصدق نخست وزیر بود و پایه‌های سلطنت محمد رضا شاه لرزان به نظر می‌آمد. ارتشبد سابق حسین فردوس که رئیس دفتر ویژه اطلاعات شاه هم بود تو کتاب ظهور و سقوط سلطنت پهلوی در مورد اون روزا نوشته: بعد از وقایع 28 مرداد 32 که از پاریس به تهران برگشتم، عبدالرضا که هیچ وقت احساسات درونی خودش رو برای دیگران بازگو نمی کرد به من گفت که محمد رضا تو دوران مصدق مادر و دخترش و 2 خواهر تنی خودش رو از ایران به پاریس فرستاد و بعدم خودش و همسرش ثریا تو 25 مرداد ایران رو ترک کرد و بدون اطلاع کامل بقیه خانواده و برادران و خواهران ناتنی رو تو ایران و در اختیار مصدق باقی گذاشت.
و مصدقم تو همون دو سه روز ناراحتی‌های اساسی برای ماها که تو ایران باقی مونده بودیم ایجاد می‌کرد و هر لحظه در انتظار بدترین وضع بودیم. در این چند روز عمیقاً احساس کردم که محمد رضا دشمن ماست و همه ما رو کتبسته تحویل مصدق داده بود. جوابی نداشتم به اون بدم، چون در عمل حرف عبدالرضا درست به نظر می رسید. گفته شده که پریسیما همسر عبدالرضا هم روحیه جاه طلبی داشت و از همون ابتدای ازدواج مدعی سلطنت شوهرش به جای محمد رضا شاه بود و علناً همه جا این حرف رو به زبون می آورد. اسدالله علم تو خاطراتش درباره دلیل اختلاف محمد رضا شاه و پریسیما نوشته: هر چه در توان داشتم انجام دادم تا میانجی پریسیما همسر والا حضرت عبدالرضا بشم که 11 ساله که از دربار طرد شده، ولی فقط خشم شاه رو برانگیختم. گفت این خانم چادر سرش میکرد و پنهانی به دیدن مصدق میرفت. بعدم شایعاتی رو پخش میکرد و تو دربار پشت سر من غیبت میکرد. تو اون زمان من وارث ذکور نداشتم. خوب به یاد میارم که یه روز با پریسیما تو باغ کاخ قدم میزدیم. پسرش به طرف ما دوید و در حالی که اون به طرف ما می اومد برگشت و به من گفت: از همین حالا نشونه های پادشاهی ایران رو تو چهرهش می بینم. تحمل من هم اندازه ای داره و حقیقتا این زن بیشتر از حدی که بشه اون رو بخشید پاشو از گیلیم خودش دراستر کرده. همونجا بود که منم احساس کردم پامو از گیلیمم بیشتر درست کردم. علم تو جای دیگه ای نقل کرده که شاه بعد از جدایی از ثریا قصد داشت با ماریل گابریلا دختر پادشاه سابق ایتالیا ازدواج کنه. اوایل همه چیز بر وقف مراد پیش رفت و علارغم تفاوت تو مذهبشون راه حل رضایت بخشی پیدا شده بود. ولی پرنسس گابریلا بدون هیچ اطلاع قبلی ناگهان تغییر عقیده داد. شاه تردید نداشت که پریسیما توی این قضیه مقصر بود و با شایعه پراکنی در مورد فساد دربار پهلوی شاهزاده خانم ایتالیایی رو فراری داده. هرچی بود عبدالرضا و همسرش خیلی کم تو محافل و مهمونی‌های دربار حاضر می‌شدن و بیشتر وقتشون رو به مسافرت و شکار می‌گذروندن. تو سال 1335 با تلاش‌های عبدالرضا پهلوی و اسکندر فیروز قانون شکار تصویب و سازمان مستقلی به اسم کانون شکار ایجاد شد که همین سازمان بعدها به محیط زیست فعلی تبدیل میشه. به خاطر خدمات فرهنگی و آموزشی عبدالرضا اون رو بانی و پدر شکار ایران میدونن و کتاب خاطرات شکار عبدالرضا به وسیله سافاری پرس منتشر شده. عبدالرضا بعد از انقلاب تو سال 57 به همراه خانواده‌اش کشور رو ترک کرد و مدت‌ها هیچ کس از محل زندگیش اطلاع دقیقی نداشت و گفته شده که حتی نام خانوادگیش رو هم تغییر داده. و در نهایت تو سال 1383 تو فلوریدای آمریکا از دنیا میره. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بگذارید. راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید، خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.